آقای تمرین. در تمرین های زیر میخوام بچه ها از ای و ان و دی استفاده کنید. خب همینجا من میرم کنار، فیلم رو استاپ کنید، بعد از اینکه حلش کردید بیاد پاسخاتون رو با من چک کنید. یکی این اسلایده، یکی هم اسلاید بعدی. خب برمیگردیم، امیدوارم حل کرده باشید. بریم سراغ پاسخامون. شماره یک: What did you do with coffee I bought؟ چه کار کردی با قهوه‌ای که من خریدم؟ خب اشاره داره به یک جسم یا یک جنسی که میشناسیم، همون قهوه‌ای که من خریدم. پس معرفه است دیگه، مشخص کدوم قهوه است. حالا از چی استفاده کنم؟ بگو. ده. من میتونم گیتار بزنم. اینجا این آلت موسیقی در معنی کلی اومده یا جزئی؟ آفرین به تو، کلی. پس این هم با ده همراه است. I saw eagle at the zoo. من یک عقاب در باغ وحش دیدم. عقاب رو می‌شناسی؟ می‌دونی کدوم عقاب؟ پس نه، این با ان میاد. من دیدم یک عقاب واقعا زیبا در باغ وحش. عقاب رو می‌شناسی؟ نه، پس اینم با ا میاد، چون آر صدادار نیست. من فقط یک ساعت برای نهار وقت دارم. یادتونه که اچش نوشته میشد اما خونده نمیشد، برای همین با چی همراه است؟ بلند بگو، ان همراه است. این قشنگه. خب اینو برام تلفظ کن، دیدم گیومه بذارم این ورش قشنگ شه. بلند بگو، آفرین. میگی اف، گفتی ف؟ نه. پس ما چون در تلفظ میگیم اف، صدای ا توشه، واسهش ان میاریم. حالا اینو Father. اینجا میگیم ف، پس صدادار نیست. با چی همراست؟ بگو ا. پس این نکات بسیار ریزیه که در تمامی آزمون‌ها ازش استفاده میشه و باید به همین مسائل دقت کنیم. Larry doesn't own. لاری ماشین ندارد. خب چون نمیشناسی ماشینشو، ا میاریم. او سوار موتورسیکلت میشه میده سر کار. موتورش میشناسی؟ نه. پس اینم از ای استفاده میکنیم. Is there internet cafe around here؟ آیا یک کافی نت در این اطراف وجود داره؟ خب چون ما نمیدونیم کدوم کافی نت داره در موردش صحبت میکنه، خودش هم نمیدونه، باید ان استفاده بشه. I need to send important email. من میخوام یک ایمیل مهم بفرستم. ایمیل رو میشناسی؟ نه. پس اینم ان میاد، چون ای صدا داره. He has unusual gift for keeping customers happy and he has honest face which convinces people to buy things. او دارد یک هدیه عجیب غیر معمول. هدیه رو میشناسی؟ نمیشناسی. پس ان میاد. برای اینکه مشتریاشون رو شاد نگه داره. خب چون خودش که حداقل مشتریا رو میشناسه، بقیه هم میشناسن، اینجا میتونه ده بیاد. و او یک چهره صادقی داره. ان، چرا میگید ان؟ چون اچش خونده نمیشه. ما میگیم آنست، نمیگیم هانست، که متقاعد میکنه مردم رو بخرن کالاها رو. اینجا ما میتونیم هم د بیاریم، چون در معنای کلی استفاده میکنه، میتونیم هیچی هم نیاریم، جفتش درست است. شماره ده: There is big bear in the backyard. بگه وجود داره یه خرس بزرگ در حیات پشتی. خرس رو میشناسی؟ نه. پس اه. اما حیات پشتی، مگه خونه چند تا حیات داره که در پشت است؟ یه دونه است دیگه، چون میشناسیمش د میاد. فکر میکنم که خرسه دنبال چیزی برای خوردن میگرد. اینجا باحاله. خب اینجا برای بار اول از خرسه صحبت کرد، ا میاریم. برای بار دوم صحبت کرد، بگو آفرین به تو، ان میاریم. به سراغ
بحث بعدیمون. خب دوستان، تا اینجا چیزایی گفتیم که با اسم همراست. یه سری صفات نامعین هم هستن که با اسم همراه میشن که خیلی مهمی، هر کدوم یه داستان خاص خودشو داره، اما آسونه، نگران نباشی. خب صفات نامعین مثل منی و ماچ و سام و اینها، چرا میگیم نامعین؟ چون به مقدار یا تعداد مشخصی اشاره نداره. خب اینا چی هستن؟ مثل ماچ، مثل الاتاف. چیزی که در صفات نامعین خیلی مهمه اینه که یک، بدونی معنیش چیه، که ساده است. این دومی مهمه، دقت کنید چه نوع اسمی بعدش میاد. اسم قابل شمارش میاد یا غیر قابل شمارش میاد. اگر قابل شمارش میاد، جمع میاد یا مفرد میاد. اینا رو باید دقت کنیم. حالا برگردیم به سراغ اولی. ماچ یعنی زیاد. بعدش اسم غیر قابل شمارش میاد. ما هر وقت میخوام بگیم غیر قابل شمارش، بگیم غیر. یادمون باشه یک چیزی باشه بین من و شما که دیگه لازم نباشه بگیم اسم غیر قابل شمارش. الاتا باشی میاد، این هم میتونه باش اسم غیر قابل شمارش بیاد. اما الاتا یه نکته دیگه هم داره، با اسم قابل شمارش جمع هم میاد. خب ماچ مثل ماچ برد، مانی، رایس، شوگر، اینا غیر قابل شمارشن. I don't have much money. There wasn't much snow. Do you have much food? چون غیر قابل شمارشن، با ماچ میتونن همراه بشن. اینجا ماچ هم در همه اینها یعنی زیاد. حالا الاتاف، ما یا میگیم الاتاف یا میگیم lots of. تو گزینه های آزمونتون، تو گزینه های یواشکی lot of هم میدن. اصلا ما lot of نداریم، غلطه، باید بشه الاتاف یا بشه lots of. ببینید پس اینا باید کامل باشه، یا بگیم a lot of یا بگیم lots of. خب a lot of هم با اسم غیر قابل شمارش میاد، مثل a lot of یا lots of coffee, gas, juice, water. juice یعنی چی؟ آب میوه. مثلا I'm drinking a lot of coffee، غیر قابل شمارش. I have got a lot of money، money غیر قابل شمارش. I have a lot of work، من کار زیادی دارم، غیر قابل شمارش. lots of water is needed، مقدار زیادی آب لازمه. یه نکته اینجا درباره ورک بهتون بگم، با یه رنگ دیگه بنویسم، سبز خوشگل. ببینید بچه ها، ورک بسه از اول برم بچه ها، شاید این زخیم شد، اینا برم. ورک اگه اس داشته باشه، اگه چی داشته باشه، اس به معنی آثاره و قابل شمارشه. پس ورکس یعنی آثار و چیه؟ قابل شمارشه. مثلا آثار فردوسی، نظامیه گنجوی. اما همینجوری به معنی کار باشه، غیر قابل شمارشه. بریم سراغ نکته بعدی. خب ما چه گفتیم؟ با اسم غیر قابل شمارش میاد. منی با اسم قابل شمارش جمع. پس منی فقط اسم قابل شمارش جمع میاد. مثلا منی استودنتس. این خیلی مهمه دوستان من، خیلی مهمه که منی، اسمی که آوردی، حتما جمع بسته بشه. بعد منی هیچ وقت اسم مفرد نمیاد. We were there many people. I haven't seen him for many years. اسم جمع. Do you take any photos? اسم جمع. I took some but not many. اینجا چرا؟ some و not، حالا نکتهش رو به شما میگم در اسلایدهای بعدی. خب الاتاف همینطوری رو گفتم، دوباره اسلاید آوردم اینجا، با اسم غیر قابل شمارش میاد، غیر. اما الاتاف و lots of دو منظوره است، دو تا کار انجام میده. با اسم قابل شمارش جمع هم میاد، پس الاتاف فرق نمی کنه. یا بعدش غیر قابل شمارش میاد، یادمون باشه، یادداشت کن اینو، همیشه غیر قابل شمارش به صورت مفرد میاد. اسم غیر قابل شمارش همیشه با فعل مفرد میاد، اما قابل شمارش اینا باشن حتما باید اس بگیرن. ومن هم جمعه، ویمن جمعه چیه؟ ومن. الیسل اسم غیر قابل شمارش، فقط هم غیر قابل شمارش، مثل واتر، تایم، مانی، انفورمیشن یعنی اطلاعات. اما افیو بعدش فقط قابل شمارش جمع میاد. پس الیتر غیر، افیو قابل شمارش بلند بگو جمع، پس باید حتما جمع هم بسته بشه. مثلا a few books، تعدادی کتاب، تعداد کمی کتاب. a few questions،
تعداد کمی یا تعدادی سوال. A few people تعدادی افراد. A few days چند روز. پس a few میشه چند معنیش کنیم. تعدادی معنیش کنیم. تعداد کمی معنیش کنیم. پس الان میخوام به شما از شما سوال بپرسم. هر کدومو میگم شما بعدش به من بگید قابل شمارش میاد یا غیر قابل شمارش. باید به من بگید قابل شمارش جمع یا غیر. خب آمادن همه؟ much آفرین به تو. غیر. many آفرین. قابل شمارش جمع. lots of هر دو میاد. آفرین به تو. هم اسم قابل شمارش جمع هم غیر قابل شمارش.